بعضی از سوالات سرعت هستن که شما میتونید در عرض چند ثانیه فقط با استفاده از مفاهیم اون به جواب سوال برسید. تا اندای پست با بنده همراه باشین که بهتون بگم چجوری بعضی از سوالات بسیار سخت رو میتونید در عرض کمتر از 10 ثانیه به جواب سوال برسید. سوال اول رو با هم بخونیم. گفته NO2 فراورده واکنش اینی که اینجا نوشتم میباشد. با توجه به جدول زیر غلظت NO2 رو در ثانیه 200 چند مول بر لیتر هست؟ غلظت بچه NO2 رو داخل ثانیه 100 رو میبینیم به شما داده 4.6 دهم ضرب در 10 به توان منفی 2 مول بر لیتر. خب قاعدتا اتفاقی که افتاده از 0 تا 100 4.6 دهم ضرب در 10 به توان منفی 2 تا تولید شده. نمودار حالا مباحث سرعت رو همه میدونن برای فراورده ها به شکل صعودیه و به یه همچین حالتیه که در انتها هم خط صاف میشه. شیب رو اگر نگاه کنیم بچه ها همینطور داره کم کم و کم میشه تا به شیب ثابت میرسه. پس بیشترین تغییر غلظت مربوط به ثانیه های ابتداییه که شما داخل شکل هم دارین اینجا میبینینش. پس قاعدتا اگر از ثانیه 0 تا ثانیه 100 4.6 دهم ضرب در 10 به توان منفی 2 مول بر لیتر تولید شده، از 100 تا 200 از این عدد یک مقدار باید کمتر باشه دیگه. پس ما میگیم آقا کلا اینو به علاوه 4.6 دهم ضرب در 10 به توان منفی 2 مول بر لیتر ما میکنیم که جوابی رو که اینجا باید به دست بیاریم میشه 9.2 دهم ضرب در 10 به توان منفی 2. نگاه گزینه ها میکنیم، همیشه این سوالات رو با گزینه ها حل کنیم. این عدد باید کوچکتر از این باشه. گزینه 2 و گزینه 4 اگر توجه کنید از خود 0 تا 100 هم کوچکتره. پس اینا اصلا کلن غلط هم. گزینه 3 رو نگاه کنید از 9.2 دهم بیشتره دیگه، پس گزینه 3 هم غلطه. تنها گزینه که میتونه جواب سوال باشه گزینه 1. سوال بعدی رو ببینید. گفته در واکنش این سرعت متوسط تولید گاز کلور در دقیقه سوم، یعنی چیزی که اینجا هست، پس از شروع واکنش برابر 1.1 مول بر لیتر بر دقیقه است. خب گفته پارامتر A کدام عدد میتواند باشد؟ اوکی بیایم برای حل این سوال. اگر توجه کنید تغییرات غلظت داخل دقیقه سوم اگر حسابش کنیم، خب قاعدتا بچه‌ها یه دقیقه که بیشتر نبوده در یک ضرب بشه دوباره میشه 1.1 مول بر لیتر. پس 4.4 به علاوه 1.1 میشه عددی که اینجا به دست میاد میشه 5.5. اوکی خیلی خوب، از 5.5 ما میگیم به علاوه مثلا 1.1 میکنیم، قاعدتا از 1.1 باید کمتر باشه دیگه، درسته؟ دوباره به علاوه 1.1 میکنیم، عددی که برای A اینجا به دست میاد از 6.6 باید کوچکتر باشه. کدوم یکی از گزینه ها هستن که بین 5.5 و 6.6؟ دقیقا گزینه 1 میشه جواب سوال شما. سوالات سرعت بعضی هاشون رو میتونید در عرض چند ثانیه حل کنید. مفهوم رو خوب یاد بگیرید داخل شیمی، دیگه نیازی نیست از فرمول هاشون اصلا استفاده ببرید. انشاءالله که از این پست نهایت استفاده رو ببرین، حتما حتما برای دوستانتونم ارسال کنین. مخلص همه عزیزانم هستم. موفق پیروز باشید. خدا نگهدار.